سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. امروز میخواییم با شما صحبت بکنیم نظرتون درباره مهاجرین افغانستان در ایران. دیدم تعداد درخواستای این تیتر زیاد بود، برای همین این برنامه رو گذاشتیم، به خاطر اینکه خیلی تو کامنت ها گفته بودن که درباره این موضوع برنامه بذاریم. افغانستان که فقط افغان که نداره که، درسته؟ برای همین بهتره که از واژه افغانستان و افغانستانی استفاده بکنیم به جای واژه افغان و افغانی. من فکر کنم این مناسب تره. هل با این نظری خودت داری؟ آره، ببین مهاجرت قانونی باشه، اگه قانونی باشه، خود دارای نظارت باشه، اوکیه. یعنی یه کشور میاد یه سیاستایی رو تعیین میکنه، یک سری مهاجر میگیره. ولی این آماری که ما از مهاجران افغانستانی تو ایران داریم و وضعیتی که اینا دارن مهاجرت میکنن، واقعا باید یه جور کنترل میشه. ببین من چیزی رو که توی تحقیقات علمی دیدم، خب از از اقتصادی و از از معیارهای دیگه، مهاجرت قانونی تقریبا همه جا به نفعه. هرچی شما مهاجرت قانونمند رو قابلیتش رو افزایش میدی و راحت ترش میکنی، از لحاظ اقتصادی به نفع جهان و اون کشوره. قانونمند بودنش به این شرطی که خیلی قانوناش سخت نباشه، فیلترهای حداقلی رو بتونه پاس بکنه و وارد کشور بشه، این از لحاظ اقتصادی به نفع جهانه. قبلا نظرم اینجوری بود که هیچ مشکلی نداره، چون زیاد نمیدیدم تعدادشون بالا باشه، ولی الان حقیقتا از یک سال پیش تا الان یه جورایی مخالف مهاجرتشون به ایران شدم. هر کشوری باید بر اساس شرایط خودش یه تعدادی مهاجر را بپذیره، نه اینکه همین جوری هر کس اومد سرشو بندازه تو بیاد داخل کشور، هر کاری هم دوست داره بکنه، هر جرمی هم بخواد میتونه انجام بده. الان چون اصلا طرفو نمیتونه پلیس شناسایی کنه، چون هیچ مدرکی ازش نداره، اصلا نمیدونه از کجای دنیا اومده که بخواد شناساییش کنه. یه مشکل دیگه هم که هست اینه که خیلی قیمت پایین‌تر دارن نسبت به بازار کار میکنن، و این همین جوریش ما توی کشور مشکل شغلا داریم. خود مردم ایران الان واقعا شرایط سختی دارن. ببین اگه این اتفاقاتی که داره میفته داره احساس نژاد ستیزی به شما میده، سعی کنین که خشمتون رو به جایی که طرف یه گروه یه قشر از جامعه بندازید، تمرکز خشمتون رو بذارید روی جمهوری اسلامی، خشمتون رو تمرکزش رو بذارید روی مدیریت بد جمهوری اسلامی. تقصیر مهاجران افغانستان نیست که همچین وضعیتی اگه پیش بیاد. مراقب این باشین که این تفرقه توی جامعه چیزیه که برای جمهوری اسلامی سود داره. جمهوری اسلامی خیلی هم دوست داره که شما تمرکزتون از دشمنی با جمهوری اسلامی عوض بشه به اینکه علیه این افغانستانی‌ها شما باشید و تمرکز خشمتون جهتش رو عوض بکنه. سعید جان شما بفرمایید. اول من این بحث رو روی توییتر که انجام دادم، خیلی ها بحث رو بردن سمت نژادپرستی و نژادستیزی. ببین من اصلا این بحث رو در قالب نژادپرستی یا نژادستیزی نمیدونم. تاریخ مشترک داریم، زبان مشترک داریم، اکثریت دین مشترک دارن. خواهش میکنم از دوستان اگه لطف میکنن نظر میدن، واقعا کسی رو به نژادپرستی یا نژادستیزی متهم نکنن. بعد نکته دوم هم تعداد اینها بود. من خیلی دیدم که بعضا دوستان میگن خب 5-6 میلیون هم حالا اومدن. 5 میلیون یعنی جمعیت لبنان، یعنی یکم بیشتر از جمعیت کویت، یعنی دو برابر جمعیت قطر. ببینید موضوع نژادپرستی و نژادستیزی متاسفانه این موضوع هست. مثلا موضوع نژاد یک موضوع کاملا غلطیه. مثلا نژادهایی نداریم، هممون یک نژادیم، همه ایرانی ها و افغانستانی ها و همه بقیه انسان های جهان همه یک نژاد هستن، ولی چون این توهم نژاد رو داریم به این معنی نیست که نژادستیزی نداریم. نمیتونیم مشکل نژادستیزی رو جدی نگیریم. اینکه ما بیایم بگیم که ما با هم فرقی نداریم از لحاظ بیولوژیکی، برای همین باید همدیگر رو بپذیریم، یه پیشفرضی داره که اگه این فرق وجود داشته باشه پس نباید همدیگر رو بپذیریم. امیر حسین شما نظری دارید؟ ما باید وضعیت ایدئال رو از وضعیت فعلی جدا کنیم. الان به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هست، ما اگه قصد این بحث بکنیم، جمهوری اسلامی قرار سیاست‌های خودش رو ببره جلو. خیلی‌ها متأسفانه میاد تعمیم به کل میدن و به صرف اینکه یکی افغانی باش خیلی رفتار بدی دارن و خیلی باش نژادپرستی میکنن به نوعی. ولی من می‌خواستم ببینم خب الان این افغانی تو ایران هستن، پاسپورت ندارن، کلی مشکلی ایجاد شده، حالا با اینا چیکار کنیم؟ جدا از اینکه میگیم نباید بذاریم اینجوری بیان، خب حالا با اینا که هستن چیکار کنیم؟ ببین اینکه سوالی که با اینا چیکار بکنیم به نظر من سوال خوبی نیست، به خاطر اینکه ما کنترلی نداریم. یعنی ما الان جمهوری اسلامی رو داریم، ولی به نظر من کاری که ما باید بکنیم اینه که فشار جمهوری اسلامی رو حذف بکنیم. یه جورایی جیم هستی شما؟
بله بله من هستم. ببینید من خیلی موافق ورود افغانستانی‌های عزیز به کشورم هستم. امیدوارم روز به روز بیشتر بشن، یعنی همین الان که دارم صحبت میکنم امیدوارم تعدادشون بیشتر بشه، به خاطر اینکه اقتصاد پوکیده ایران جوابگو اینا نیست، هزینه ها میره بالا و این قشر خاکستری بیشرفی که نیومد بیرون مجبور میشن بیان یه حرکتی انجام بدن، یه انقلابی کنن، همه خوشبخت بشن. همین. اوکی، به نظر من این سیاست خوبی نیست با بدبخت کردنشون مردم خوشبخت بکنیم. یعنی اگه مردم به خاطر بدبختیشون بخوان بیان حکومت عوض بکنن، خب از این استقبال بشه. ولی اگه شما خودتون انگیزه داشته باشید که به مردم رو بدبخت‌تر بکنید که بیان انقلاب بکنن، یعنی شما هم دارید در راستای جمهوری اسلامی به بدبختی مردم کمک میکنید. ببینید، شما دارید درباره یک جمعیت زیادی از ایران صحبت میکنید که بهش میگید قشر خاکستری. خب شما میخواهید اینا بدبختن به خاطر اینکه کاری که شما میخواستید رو نکردن. این مهربونیتون و این دلسوزیتون رو برای مردم رو تو این مبارزه از دست ندین، چون این دلسوزیه، این نگران دغدغه مردم بودن، نگران زجر مردم بودنه که ما رو از جمهوری اسلامی جدا میکنه. یه نگاه بالا به پایینی نسبت به مردمی که یه جامعه که ممکنه این رفتارها رو بیشتر توش داشته باشه نداشته باشه. باید بدونید که جامعه محصولی هست از محیطی که از فشاری که داره به خاطر دلایل سوسیو اکونومیکی که روی اون جامعه داره فشار میاره، ممکنه یه سری رفتارهای تو اون جامعه افزایش پیدا بکنه. برای همین بازم اگه یه رفتاری رو میبینید، هم سعی بکنید که تعمیم به کل ندید برای همون اون جامعه، و هم اگه توی اون جامعه یک سری رفتارهای بیشتره، متوجه باشید که این محصول فشارهای اجتماعی و اقتصادی که روی اون جامعه اومده. مراقب باشید که از این طرز فکر استفاده بکنید که از یک قشری از یک جامعه متنفر نشید. اگه قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی بیاد پایین، قدرت اقتصادی مردم خارج از دولت هم بیاد پایین، اگه قدرت اقتصادی مردم نسبت به دولت سریع‌تر کاهش پیدا بکنه، این قدرت سرکوب رو برای جمهوری اسلامی افزایش میده. هم قدرت سرکوب رو برای جمهوری اسلامی افزایش میده، هم قابلیت اعتراض رو برای مردم کاهش میده. شما وقتی توی جامعه مردم پول غذا هم نداشته باشن، جمهوری اسلامی با پول کمتری میتونه قدرت سرکوب راحتتری رو جذب کنه. جمهوری اسلامی شروع کرده ازشون درآمدزایی داره میکنه، داره ازشون پول سنگین میگیره، همچین چیزی خلاف سازمان ملله، برای همین نمیتونن مدرک داشته باشن. فینیکس جان شما بفرمایید. اگر دولت درست حسابی باشه، همین الان اقدام میکنه، یه اتاقکای باجهایی رو تخصیص میده به ساماندهی افغانه‌ای که البته افغانه‌ای که درست است، افغانستانی‌هایی که تو ایران هستن، بعدش اون میخوان بیان رجیستر بکنن، به نفع خودشون هم هستش. اگر رجیستر بشن میتونن اجازه کار داشته باشن، از یه سری از امکانات اجتماعی استفاده بکنن. خیلی موزن بزرگی نیستش. بدبختانه ما کشورمون در به داغونه، مدیریتمون داغونه، و من قرار میگوندم دقیقا به همان راه حلی که بار میگوندش، تنها راهش براندازی این کثافت جمهوری اسلامی. فروهر جان شما بفرمایید. بله بله، سلام. اوکی بفرمایید. من در اصل فخریه هستم، فخریه ممتاز، مادر فروهر هستم. ما کسایی که از جغرافیای بنامه افغانستان هستیم، با جبر سیاسی بهتر بگویم، با جبر اقتصادی ما از افغانستان رانده میشیم یا مجبور میشیم بیرون شویم. دو کشور که در 40 سال میزبان بوده، ایران و پاکستان بودن، و این دو کشور هر دوتایشان متاسفانه بیشتر استفاده های سیاسیشان را داشتن تا ای که و حتی اقتصادی و میشه بگویم از لحاظ اجتماعی که تونستن کارگر داشته باشن. حالا ما مخالفی صحبت هم هستم که بودن مهاجرین افغانستان در ایران به نفعشان تمام میشه، یعنی به نفع ایران تمام میشه، یعنی باید استثمار شویم که به نفع همدیگر باشیم. چی بهتر که هر کی میتونه از کشور خودش باشه، و این شما همه ما، ماهایی که نفع سیاسی نداشتیم، قربانی بودیم، قطعا دانستیم که مسائل سیاسی بوده یا حکومت ها بوده که خواسته از این شرایط استفاده بکنن. همون قسمه که از حکومت آخوندی ایران صحبت کرد، درد افغانستانی ها و درد ایرانی ها، مردم افغانستان و ایران یکی هست. اون چیزی که ما همگی ما را امروز به روز انداخته که به سر و کله همدیگر میزنیم،
او همو کشور حکومت آخوندی ایران و حکومت طالبانی افغانستان و جمهوری اسلامی که قبل از طالبان افغانستان بود، اینا همشان دست هم داشتن و دست هم دارن و ما امروز هنوز هم آگاه نیستیم که از کجاها به ما لطمه وارد میشه که یکی مهاجر میشیم و یکی میزبان و امروز به سر همدیگه میزنیم. به نظر من چیزی که زیاد مهم است آگاهی که از کجا این همه چیزها، این همه مشکلات، این همه جنجالها منشأ میگیرن. این آگاهی ما را کمک میکنه که ما بدانیم دشمن مشترک ما کی هست. من با اکثر حرفای شما هم نظرم، فقط دو تا اختلاف نظر دارم. اینکه خونه ما حتما لزوما جاییه که به دنیا آمدیم و توش تحصیل کردیم، من چون طرفدار آزادی هستم، من میگم که ما خونه، هر کسی میتونه خونه خودش رو تعیین بکنه که کجا هست، و بعضیا ممکنه خونهشون رو، جایی که به دنیا آمدن و تحصیل کردن، اونجا خونهشون رو ندونن. یک ایرانی میتونه در افغانستان زندگی کنه و افغانستان رو خونه خودش بدونه، و یه افغانستانی میتونه تو ایران زندگی بکنه و ایران رو خونهش رو بدونه. من خودم شخصا ایران به دنیا آمدم، ایرانم تحصیل کردم، ولی ایران رو الان خونه خودم نمیدونم، یک کشور دیگر رو خونه خودم میدونم. بعدم که گفتین که هر کسی میتونست در کشور خودش باشه، من دوست داشتم دنیایی باشه که هر کسی میتونست در هر کشوری که میخواد باشه. من کاملا با شما هم نظر هستم. امروز افغانستان دیگر وطنم نیست، چون ما از افغانستان فرار کردیم. افغانستان جانم در خطر بود، چون ما میخوام کم بیشتر خودم را معرفی کنم. من استودیوی یوگا داشتم در افغانستان، یگانه استودیوی یوگا در افغانستان بود و چون جانم در خطر بود و من مربوط قوم هزاره هستم و چون مرا ربط میدادن، بکگراند تاریخی مرا ربط میدادن به بودیزم و میگفتن هزاره ها دوباره برگشتن که بودیزم شوند، افغانستان برای من وطن نیست، چون من احساس آرامش اونجا ندارم. چی بهتر که هر کسی به خاص دل خودش به جای بره و زندگی کنه و برای خودش وطن بسازن. عزیز جان بفرمایید. فروهر عزیز مرسی که کنارمون هستین، خیلی لذت بردم و خیلی هم ناراحت شدم از اتفاقاتی که براتون افتاده. ما داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که الان خیلی یهویی هجوم آوردن، در مورد این داشتیم صحبت میکردیم، وگرنه اونایی که از خیلی وقته که توی ایران هستن و به قول شما مدرسه رفتن، دوست دارن، اینجا دارن زندگی میکنن، فکر نمیکنم کسی هم با اونا مشکلی داشته باشه. به نظر من اینجا مردم افغانستان، پاکستان و ایران و مردم منطقه لازم دارن که آگاهیشان را بلند ببرن. الکسون شما بفرمایید. من خواستم یه سوالی کنم. تو شرایط فعلی که الان با حکومت غیر دموکراتیک طرفیم، من فکر کنم مهاجرتی که داره از افغانستان رخ میده در واقع در جمع به نظر من کاملا منفیه، به خاطر اینکه ما با دو تا گروه آدم احتمالاً طرفیم، یکی گروهایی که حالا بنیادگرا هستن یا گروهای غیر بنیادگرا، و این مهاجرای بنیادگرا دو حالت داره، یعنی که انقدر افراطی سنی ان که خودشون میتونن حالت مثل طالبان تشکیل بدن داخل کشور، یا اینکه با جمهوری اسلامی در واقع میتونن همزادپنداری بکنن و جذب نیروهای اونا بشن. برای من فکر کنم که در هر دو صورتش این گروه بنیادگرا در هر صورت مشکل خواهند داشت. به نظر من حتی شاید یه پلانی باشه از طرف جمهوری اسلامی که ناامنی داخل کشور ایجاد بشه از طرف گروه های خارجی که مردم بیشتر اعتماد داره کنن به دولت، که حالا ماجرا غیر بنیادگری، خب اونا احتمالاً با جامعه اینتگریت بشن یا میخوان فقط صرفاً گذر کنن از خاک ایران، که اونا خب اصلا مشکلی نخواهند بود. علی جان روی کلاب هاوس. برای اصلاح این قضیه فشار باید به حکومت بیاد، فشار باید به کسایی که این سیاست ها رو گذاشتن بیاد، نه اینکه روی مهاجرین این فشار وارد بشه. طبق قانون جدید ظاهرا بچهای افغان میتونن وارد مدارس دولتی بشن. اگر بچهای مهاجرین وارد سیستم آموزشی بشه، نتیجه مثبتی خواهد داد، به خاطر اینکه بچه‌ها میتونن خیلی سریعتر اقدام بشن توی جامعه، میتونن فرهنگشون رو تبادل بکنن با فرهنگ جدیدی که دارن و قرار بشناسن. احمد مجاهد، شما ایرانی هستید یا افغانستانی؟ افغان هستم، متولد ایرانم. میخواستم یکم از مشکلات مردمی که مثلا من که اونجا متولد شدیم و زندگیمون رو تو ایران گذروندیم به شما بگم.
یکی از مشکلاتی که مثلا فعلا در حال حاضر خیلی سخت شده برای ما از لحاظ مهاجرین این که ما تو ایران کار کردیم پولمون به ریال است و همه مهاجرایی که اومدن با خودشون دلار آوردن که بریم املاکی دنبال خونه بگردیم. الان املاکی‌ها همه از ما دلار میخوان، نمیگن که فکر نمیکنن که ما اینجا ریشمون اینجاست، ولی اینطوریه. بعد از یه نظر دیگه به خاطر از نظر کار کسایی که غیرقانونی اومدن نه بیمه دارن نه چیزی دارن که خودشونو بخوان مثلا بعد از اون پولشونو بخوان، یعنی پولشون به راحتی خورده میشه وقتی که از ساختمون بیافتن دستپاشون بشکنه یه طوریشون بشه، صاحبکار پولش نمیده میگه بر دنبال کارت. وقتی که یکی از این بچهای مهاجر که اومدن اینجا یه خلافی بکنن چوبشو که اونا نمیخورن، اونا فرار میکنن میرن، چوبشو در اصل ما میخوریم که داریم اونجا زندگی میکنیم. یه داستان خیلی خیلی مشهورش هم مثل خفاش شب هستش که به نام افغانی که اومد یه تجاوزی کرد، قتل کرد، تجاوز کرد. بعد توی شهر ما قرچک ورامین شهر ما فقط 9 نفر از مردم ما کشته شدن، نزدیک به 7 تا 8 به دخترها و زنها تجاوز شد. به غیر از اون که توی خیابون ما رو میدیدن کتک میزدن، چیزی توی جیبمون داشتیم میدزدیدن، بهمون میگفتن ناراحتی برو گم شو کشورت، کشوری که نه من اونجا به دنیا اومدم نه فرهنگشو بلدم نه پدرم اونجا نه فامیلی دارم. احمد جان پس شما افغان ایرانی هستی درسته؟ نه من ایرانی نیستم، شناسنامه ندارم، اجازه تحصیل در رشته دلخواه ندارم، اجازه کار در رشته دلخواه ندارم، حتی نمیتونم از قرچک تا شبلزیم که نزدیک 20 کیلومتر بیشتر فاصله نیست اجازه ندارم بدون پرداخت هزینه و دریافت یه مدرکی از شهرم خارج بشم یه تا شبلزیم برم. اگرم منو تو شبلزیم بدون نامه بگیرن سری دیپورتم میکنن افغانستان. شما تو ایران به دنیا اومدی ولی شهروند ایران نیستی؟ چرا به شما شهروند ایران ندادن؟ چون قیافم شبیه ایرانی نیست. امین بعد شما شهروند افغانستان هستی یا نیستی؟ نه من متولد ایرانم، نه از افغانستان شناسنامه دارم نه از ایران. من خنده داریش اینجایه که مثلا وقتی اگه ما بریم افغانستان به ما میگن ایرانی، باز وقتی که توی ایران زندگی کنیم همه به ما میگن افغانی. این یه فاجعه است اینه که شما یه کشوری نداشته باشی که بتونی از لحاظ قانونی بهش بگی تعلق داری و از لحاظ شهروندی حق قانون حق شهروندی نه افغانستان رو داری نه ایران. یه تسلا یه کامنتی رو هایلایت کرد از سینا، میگه آرمین آتیست مدافع ورود مسلمانان تروریست. ببین چقدر نگاه های کثیف نژادستیزی وحشتناکی داریم، چه تعمیمه به کلی دارن میدن تروریست بودن رو به کل یک کشور به کل یک جامعه یا به کل یک قومی. واقعا خجالت آوره، واقعا شرم بر شما. تسلا الان باید صحبت بکنه. میگه فاطمیون کیا بودن؟ فاطمی مردم افغانستان از 100% 99% مردم شیعه بود، به خاطر پول رفتن همش. بذار سوال آخرم بپرسم و تموم. میگه داش افغان ها تو آلمان برقه میپوشن، ایران که جای خودشو داره. وقتی در یک کشور که میه مثلا باید طبق قانون طبق مردم خودش باید زندگی کن تا برم، مثلا نمیشه که مثلا قانون افغانستان مثلا کلاشکوف در گردن و در خیابو برن آرامش کلگی رو با هم بزن قانون چی رو زیر پا بزن. و این دستم شهروند افغانستانی با تجربه زندگی در ایران دو تا موضوع رو خلاصه بگم. یکی به نظر من بالای 95% شهروندهای افغانستان در ایران زندگی میکنن، اینا یه قشری هستن که از اقتصاد بد و یا جنگ اومدن تو کشور مهاجر شدن. یه موضوعی گفتن که چرا برقه میپوشن چرا فلانه، شما دارید مغلطه میکنید. چند درصد شهروندهای افغانستانی که مقیم خارج هستن برقه میپوشن؟ موضوع دوم، تو این موزر جمهوری اسلامی مستقیما دخیله. در 40 سال گذشته سیاست جمهوری اسلامی تضعیف دولت مرکزی در افغانستان بوده. در مجموع من تشکر میکنم از همه مردم ایران که در 40 سال گذشته که جنگ بوده خب بالاخره یه باغوش باز ما رو پذیرفتن، در این هیچ بحثی نیست. اما این موضوع به این سادگی هم نیست. او دوستی که سوال کرده بودن چرا افغان‌ها از ایرانی‌ها بدشون میاد، البته نمیشه بازم اینو تعمیم به همه بدیم. من دوست ایرانی زیاد داشتم، از دوست افغانم به من نزدیک‌تر.
ولی یه بخوام کلی بگم بیشتر شماره ناراحتم. به نظر من به خاطر اینکه ایرانی ها از بالا نگاه میکنن به افغان ها. فقط در مورد افغان ها اینطوریه. شما یعنی یه خارجی بره توی خیابون های ایران انگلیسی صحبت کنه 10 نفر طورش جمع میشن، ولی افغانی خارجیه، تنها خارجیه که از بالا نگاه میکنن تحقیرش میکنن. اکثر حرف شما با شما هم نظر بودم، فقط این که گفتین که فقط به افغانی ها نگاه بالا به پایین دارن، ولی متاسفانه فقط افغانستانی ها نیستن. یه مثال دیگه که میتونیم بزنیم اینه که خیلی از ایرانی ها نسبت به عرب ها، چه عرب های ایرانی چه عرب های غیر ایرانی، به اونا هم یه نگاه بالا به پایینی دارن. اگه کارهای زشتی هم شما از ایرانی ها میبینی که اذیتتون میکنه، به عنوان یه افغانستانی اذیتتون میکنه، شما هم سعی بکنین که این متوجه باشی که این هم به خاطر شرایط سوسیواکونومیک و دینی و سیاسی و چیزای دیگه هست. حسین جان بفرمایید. افغانستانی هستم که توی ایران به دنیا اومدم و 12-13 سالمون بود که برگشتیم افغانستان بعد از اینکه حکومت جمهوری اونجا تشکیل شد، و بعدش هم برای لیسانس هم اومدم اینجا دانشگاه صنعتی اصفهان عمران خوندم. الانم برای ارشد اومدم اینجا امیرکبیر دارم زلزله میخونم. توی ایران مهاجرین افغانستانی درسته که حالا زیاد هستن، ولی اینطوری نیست که دولت ایران نخوان که اینا اینجا باشن، و از افغانستانی هایی که اینجا به صورت غیر قانونی میان بیشتر میتونن استفاده بکنن، چون این چوب ترس بالا سرشون هست که میتونن راحت دیپورت بشن. از این ترسشون استفاده میکنن و مالیات های سنگینی رو به صورت پنهانی نامحسوس ازشون میگیرن، و یه جورایی میشه گفت که عملاً بردهداری مدرن هست، و به عنوان مزدور توی عراق و سوریه و اینجور جاها میفرستنشون. حتی اگر اینا بخوان از ایران مهاجرت بکنن به سمت اروپا و جاهای دیگه، توی مرزهای ایران به تعداد زیادی دیدیم که کشته شدن. این تصورم اشتباهه که افغانستانی ها اینجا حق هر کاری رو دارن. منی که تحصیلات دانشگاهی دارم، از دانشگاه خوبی هم فارغ التحصیل شدم، به محض اینکه جایی متوجه بشن که من افغانستانی هستم بهم اجازه کار نمیدن. اما خودم من به شخص موافقم که باید جلو مهاجرت غیرقانونیشون گرفته بشه، نباید بذارم که از مرزها به صورت غیرقانونی عبور بکنن اینجا، چون امنیت اینجا ممکنه به خطر بیفته. فکر میکنم اینجور مسائل یهویی مثلا الان داره بولد میشه. این قضیه برای منحرف کردن توجه ایرانی هم که هست، به نظرم که یه مقداری توجهات و افکار رو به یه سمتی منحرف بکنه. ریدن جان بفرمید. اصالتا میشه گفت افغانستانی هم تو ایوان به دنیا اومدم، پدر و مادرم هم تو ایوان به دنیا اومد. تقریبا میشه گفت هیچ حق قانونی نداریم به جز حق تحصیل و زندگی. مثلا شما چیزی به ناممون نمیشه. حالا مثال واضح براتون بزنم، مثلا مشکلات دیگه ما، مثلا تو بانک شما میری، مثلا کارمند بانک از قیافت خوشش نیاد چک تو پاس نمیکنه، میگی که آقا چرا، یه سیستم قطع، برو گم شو بیرون. از این مشکلات زیاد هست، ولی به نظر من مردم ایران بیشتر طبقه پرست، آدمایی که وضع مالی خوبی دارن اونا رو ذاتن دوست دارن، میدونی. و در کل این که امیدوارم هیچ وقت نجات ستیزی نکنیم و نجات پرست نباشیم. دانیل هستی؟ به نظر من شخصی اینه که افغانستانی‌ها میتونن از یه طرف برای ما فرصت باشن برای سرزمین ایران، از یه نظر از یه لحاظی هم تهدید باشن. از چه لحاظ فرصت باشن؟ من تجربه شخصی خودمو میگم. من وقتی که از سلویه کار میکردم، کارگرای افغانستانی در مقابل مبلغ خیلی کمتری کارهای خیلی بلندتری رو نسبت به کارگرای ایرانی انجام میدادن. ایرانی ها اگه میخوان رقابت کنن، خب برن بیشتر زحمت بکشن. تهدیدش چیه؟ تهدیدش اینه که به نظر من متاسفانه اون چیزی که من اکثرا دیدم تو تمام افغانستانیا، این فرهنگ مزخرف اسلامی به خودشون میارن. برای من واقعا عجیبه این انسان ها که از اسلام گزیده شدن، چرا اینقدر خود در اسلام ذوب شدن؟ ببین، اسلام و کمونیسم هم برای افغانستان فاجعه بود، هم برای ایران. یعنی این افغانستانیا با ایرانیا توی این موضوع باید همدردن. دقیقا همون دین شیعی هم که الان توی ایران داریم، که تو جمهوری اسلامی داریم، این به شدت برای پیشرفت افغانستان به شدت مضر بوده. همونجور که باورای طالبانی، داعشی، القاعدی تو افغانستان جلوی پیشرفت ایران رو گرفته، جمهوری اسلامی هم تو ایران هم جلوی پیشرفت افغانستان رو گرفته. اینها رو یک طرفه نبینیم و این پدیده ها، این روندهایی که واقعا درسته و واقعی هست رو باعث دشمنی ما با مردم یک کشور نشه. یعنی میتونیم همونجوری که دانیل گفت بهش اشاره بکنیم که وجود داره، ولی اینا رو ذاتی نپنداریم و اینا رو تعمیم به کل به
همه افغانی همه افغانستانی ها ندیم و حتی افغانستانی هایی که این باورها رو دارن اگه این مشکلاتشون رو ذاتی تصور بکنیم باعث میشه که راه حلش به جای اینکه 20 سال طول بکشه 100 سال طول بکشه، برای اینکه اینا مشکلات ذاتی نیستن. مسعود بفرمایید. من از دوستان افغانستانی عذرخواهی میکنم، من یه لحظه از کلمه افغانی به کار بردم، افغانی باید پولشون هستش، من عذرخواهی میکنم که اشتباه کردم، ببخشید. البته افغانی هم اگه میخواست به قشر یه گروهی از آدمو اشاره بکنه به یه عضویت توی یه قومیت رو داره بهش اشاره میکنه، نه عضویت توی یه کشور رو. خب ولی اشکال نداره، منم خودم که سعی میکنم حواسم باشه بعضی موقع دستم در میره به جای افغانستانی میگم افغانی. فکر کنم که همین که داریم تلاش میکنیم فکر کنم این خودش کافیه. آقای خانم شاه. دلیل من برای مخالفت با ورود مهاجرین نژادپرستی نیست، احتمال وقوع جنگ. افغانستان سیاست‌های خارجی درست حسابی نداره، شاهد درگیری هم بودیم بین طالبان و جمهوری اسلامی. من میخوام حمله صدام رو اینجا در نظر بگیرم، اگه که عراق به ایران حمله کنه و من ساکن عراق باشم، با اینکه من مخالف 100% جمهوری اسلامی هستم، تمام تلاش رو میکنم که حداقل یک ضربه یک خرابی تو عراق به بار بیارم که ارتششون یکم ضعیف‌تر بشه. مهم نیست که حالا جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه، من تمام تلاشمو میکنم تا از خاک خودم از ملت خودم دفاع کنم. یه مثال دیگه بخوام بزنم، اینجا دیوار چین با جنگای چریکی که اونجا اتفاق افتاده، این ارتشی که میخواستن حمله کنن چریکی بودن، یک مقر اصلی نداشتن، پخش میشدن. این ارتش نمیتونیم بگیم اگه افغانی ها حالا افغانستانی ها ادهیشون بیان یه کار خرابکاری کنن، این ارتش بعد 5 بار 10 بار 100 بار میتونه اینا رو جمع کنه، همچین اتفاقی نمیفته، چون اینا سر تا سر ایران پخش شدن، بیشترشون مرد مسلمان هستن. اگه یک حالا آخوند خاکستری حالا ورژن سنیش پیدا بشه، کشتن هر 10 ایرانی یعنی رفتن به بهشت. من این عین این جمله رو 5 سال پیش برای شیعه ها شنیدم که بعد شاهد درگیری هم بودیم دیگه بینشون. من سوالم از شما اینه که شما اگه یه حکومت سکولار دموکرات داشتیم که میتونست مهاجرپذیری رو بهش نظم بده و درست مدیریت بکنه، آیا اون موقع شما با مهاجرپذیری مشکلی داشتید؟ نه، ولی معتقدم که این جمعیت باید درصدی باشه، مثلا مهاجرین زیر 30% جامعه باشن. ولی وقتی میگید رفتار مسلمون ها، به نظر من یه مقدار تعمیم به کل دارید میدید. اول من یه سوال بپرسم، کسی از دوستان از ما خواهش کرده که ما از واژه افغانستانی استفاده کنیم؟ کسی از ما درخواست نکرد؟ نه. اوکی، آره. خب این من یه چیزی بگم، ببین این که به شما یک دلیلی به شما بتراشن و به شما بدهن و بگن از این کلمه استفاده نکن، این موضوع منطقی نیست. این که واحد پول ماست. خب خیلی من اصفهانی ام. خب چرا؟ چون اهل شهر اصفهانم، ربطی هم به چیزی نداره، این زبان ماست. این که ما به اون دوستان میگیم افغانی، نذارین به شما عذاب وجدان بدن بگن این کلمه نجات پرستی و اله و بله و از این حرفا. خب ولی اگر کسی از ما خواهش کرد که اوکی شما از این کلمه استفاده نکنین، این واحد پول ماست، بهتره که این کارو انجام ندی. اگر یک نگذارید به شما احساس گناه بدن که شما اگر دارید از کلمه افغانی استفاده می کنید شما نجات پرستید، خیر، دلیل استفاده از این کلمه نجات پرستی ما یا این که ما می خواهیم کسی رو تحقیر کنیم یا چیزی نیست، به دلیل زبان فارسی هست. ببین آقای فرس، افغانی در حقیقت و اسم افغانستان از اون این گرفته شده، پشتون گرفته شده. اون وقت منکر وجود مثلا ازبک ها، هزاره ها، تاجیک ها، قزلباش ها و بقیه اقلیت های میشه که تو کشور افغانستان دارن زندگی میکنن. هم حرف فرشت هم درسته، اگه کسی بگه افغانی نجات پرست و نجات ستیز نیست، ولی اگه شما میخواید تمام افغانستان رو شامل بشی، افغانستانی گفتن واضح تره که داری به کی اشاره میکنی، کاربرد بیشتری داره. یعنی هم دنیل حرفش درسته، هم فرشت حرفش درسته به نظر من اینجا.
خیلی از این مشکلات برمیگرده به اینکه این مهاجرها، مهاجران غیر قانونی، نه با افغانستانی ها، من با همه این با مهاجرت غیر قانونی مشکل دارم. کسی منکرین که اینها آدمن، اینها هم نیاز به سرپناه دارن، بلا 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 نیست، ولی این دلیل نمیشه که شما به خاطر یک عده این بیاید یک عده دیگری رو در خطر قرار بدید. ببین من خودم اگه مشکلاتی رو داشتم که بسیاری از این مهاجرین داشتن و راه غیر قانونیش بود و راه قانونیش برام باز نبود، من خودم شخصا این راه قانونی رو، غیر قانونی رو ازش استفاده میکردم. برای همین قضاوت رو بذارید برای حکومت، نه برای مهاجرینی که مهاجران غیر قانونی. تانو شما هستید الان صحبت بکنید. بله درود به شما. قطعا باید خب اون کسانی که افغانستانی هایی که سالها سر ایران بودن، زحمت کشیدن، هیچ مورد خاصی نشه، اونها باید تابعیت ایرانی اعطا بشه، اصلا حقشونه، یه چیز کاملا طبیعیه و اصلا کشور ما رو ساختن. ولی این کسایی که الان به این شکل دارن میان بدون سامان و قانون و اینها، ببینن آیا اینا سوابق جهادی ندارن، آیا مذهبی افراطی هستن یا نیستن. خیلی‌هاشون حتی شیعیان بسیار تعصبی هستن. این چیزی که من خودم دیدم، آماری ندارم، ولی تجربه که خودم دیدم از اینکه مردم مارمزون روزه می‌خوردن، این دوست افغان ما عصبانی میشد و از مردم تهران متنفر شده بود که چرا اینا روزه میخورن. و یک احتمال دیگه ای که هست اینه که خامنه ای میخواد از اینها بیاد برای سرکوب مردم ایران استفاده کنه، ازشون نیرو بگیره برای نحسا. نحسا رو دوستان سرچ کنن، یه تشکیلاتی هست از کشور خارجی میان ایران، مردم ایران رو سرکوب میکنن. کانال تلگرامش رو ببینید، با افتخار از سرکوب مردم ایران عکس میگیره، طرف فلسطین هست و همین فاطمیون اینا ممکنهشون باشه. خودم ایرانیا دیگه تن به این ایدئولوژی جمهوری اسلامی نمیدن، کمتر و کمتر میشه طرفدارشون، مجبورن نیروی خارجی بگیرن. اگه شما تجربه شخصی بدی از کسی از افغانستان داشتید، دو تا کار لطفا انجام ندید. یکی این که اینو تعمیم به کل ندید، یکی حتی اون اشخاصی که واقعا این ویژگی ها رو دارن و اون رفتار میکنن، اون ویژگی ها رو ذاتی نپندارید. نکته سوم که خیلی مهمه که همتون هر کسی با هر نظری که اینجا مخالفید یا موافقید، نتیجهش به نظر من این باید نباید باشه که رفتار زشتی شما داشته باشید با افغانستانیا. بعدم نکته چهارم که نکته آخره و فکر کنم مهمترین نکته است، اینه که راه حل، مهمترین راه حل همه این مشکلات گذر از جمهوری اسلامیه، چه برای مردم ایران چه برای مردم افغانستان. گذر از جمهوری اسلامی و گذر از طالبان تنها راه حل این مشکلاته. مردم رو لطفا علیه هم نندازید، لطفا این برنامه رو به اشتراک بذارید. بکنم یکی از موفق‌ترین گفتگوها رو ما با هم درباره این موضوع با هم داشتیم و نظرهای مختلف رو درباره این موضوع اینجا شنیدیم. فکر کنم خیلی برنامه کاملی بود. لطفا حتما به غیر از کامنت و لایک، اگه دوست داشتید حمایت بیشتری بکنید، این لینک این برنامه رو برای بقیه هم بفرستید.